دیروز بعد از 4 روز جستجو جنازه فرهاد خسروی پیدا شد. نوجوان 14 ساله‌ای که کولبری می‌کرد و در سقوط بهمن به همراه برادرش آزاد خسروی کشته شد. صدها نفر در مریوان در تشییع جنازه فرهاد شرکت کردند. امروز همچنین در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌ها به مرگ این دو برادر ادامه دارد. عده زیادی از کاربران با همرسانی تصاویر آنها از وضعیت بد معیشتی کولبران و از کوتاهی مسئولان برای رسیدگی به این وضعیت صحبت می‌کنند. علی ربیعی سخنگوی دولت هم در توییتر به خانواده این دو کولبر تسلیت گفته و نوشته آزاد و فرهاد خسروی در پی کسب نان و معاش به میان کوه‌ها رفتند و خود و آرزوهایشان یخ زدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. نان به دست آمدند برای تشییع جنازه نوجوانی که گویا تازه نان آور شده بود. فریاد میزنند به خاطر نان بود. میگویند جگر مادرمان سوخته، برای نان شهید داده ایم و شهید نمیمیرد. در این خطه کولبران کشته شده ای را که با رنج فراوان رزق و روزیشان را به دست می آورند شهید می دانند. و این هم شعار آشنای خیابانهای ایران در چند سال اخیر. فرهاد خسروی 14 ساله بود. با آزاد برادر 17 سالش برای کولبری عازم این کوهستان شده بود. تورامان در استان کردستان در مرز با عراق. اهالی نی، روستای محل اقامت آنها، به خبرگزاری ها گفتند این دو برادر از روی تنگدستی و برای کمک به پدرشان راهی کوهستان شده بودند. در میانه راه در ارتفاعات تته گرفتار کولاک می شوند و راه را گم می کنند. دهیار روستا گفته فرهاد کتش را برای کمک به برادرش به تن او کرده بوده. آزاد 4 روز پیش پیدا شد، اما در حین انتقال به پایین کوه درگذشت. امدادگران هلال احمر و مردم محلی 4 روز این منطقه را جستجو کردند. از آخرین تماسی که برای کمک گرفته بود کسی دیگر از فرهاد خبری نداشت. دیروز جنازه یخ زده اش را زیر برف پیدا کردند و اینجا امدادگری که گفته می شود به خاطر زنده پیدا نکردن فرهاد فریاد شرمندگی سر داده. رنج هایی که کشیده شدند و نانی که به سفره نرسید. کاربران شبکه‌های اجتماعی به مرگ این دو برادر نوجوان واکنش زیادی نشان دادند. عده‌ای گفته بودند فرهاد عاشق رئال مادرید بوده. چند کاربر در توییتر با خطاب قرار دادن بازیکنان این تیم فوتبال قصه تلخ فرهاد را به زبان انگلیسی هم بازگو کردند. مسئولان کشور سالهاست که در مورد رسیدگی به وضعیت کولبران وعده می‌دهند. به گفته رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس 75 تا 80 هزار کولبر در کشور فعالیت می‌کنند و تأمین معیشت 6 تا 7 میلیون نفر بر عهده آنهاست. اما با این حال هنوز اقدام خاصی برای کمک به آنها انجام نشده. وزارت کشور هم گفته به خاطر اینکه کولبری صنف نیست نمیتوانند آنها را بیمه کنند. به نظر نه تنها کسی به فکر کمک به کولبران نیست، عده‌ای از مسئولان حتی با دادن عنوانهای خاصی به آنها وضعیت را برایشان مشکلتر هم کردند. استاندار خطاب به مردم حوزه انتخابی من که 8000 مصدوم شیمیایی داریم، 8 سال دفاع مقدس، رشادت و عشایر غیور کرد که سرمایه های انقلاب و ذخایر انقلاب هستند، ایشون به اسم قاچاقچی نام بردن. رهبر ایران پیشتر مرز مبارزه با قاچاق را مشخص کرده بود. جدی عمل کنید در مبارزه با قاچاق. من مرادم از قاچاق پلون کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمیداره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست، اینا اهمیتی نداره، با اونا مبارزه هم نشه، اشکالی نداره. به چه جرمی؟ چرا منو میکشن؟ بارو گرفتی ببرش دیگه، چیکار به من داری؟ اما با این حال همچنان گزارش هایی درباره کشته یا زخمی شدن کولبران توسط نیروهای امنیتی ایران گزارش میشود. عده‌ای از کولبران هم میگویند کولبری شغل نیست، زجر و شکنجه است.
راهی اجباری برای به دست آوردن نان. نانی که فرهاد آزاد خسروی را راهی خطر کرد و پدرشان عثمان را عزادار. حالا برای آزاد بگرید، برای فرهاد یا از غم نان برادران کوچکشان. مهدی بیگی، بی بی سی. عثمان مزین وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از کولبران را هم بر عهده داشته از تهران با ماست. آقای مزین، هیچ ابزار حقوقی در دسترس هست که بستگان افرادی مثل فرهاد و آزاد بتونن متوسل بشن به اون یا به جای مراجعه کنند؟ ضمن عرض تسلیت به خانواده این دو کولبر و کولبری هادی حسنی که اون هم 17 سال بود در اثر تیراندازی مأمورین در منطقه درمانوی سردشت کشته شده بود و به کلیه بازماندگان کولبران کشته شده که واقعا باید اونها را شهید نامید چون در راه امرار معاش کشته میشن، متاسفانه دولت خودش رو به هیچ وجه پاسخگو نمیدونه. علارغم تصریح اصل 19 به برقراری برابری بین کلیه شهروندان و همچنین اصل 25 قانون اساسی مبنی بر این که دولت مکلفه برای همه اتباع به طور برابر شغل ایجاد بکنه، متاسفانه تبعیض و تمایز بسیار شدیدی بین مناطق مرکزی و شهرهای مرزی کردستان، استان کرمانشاه، استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی وجود داره، به طوری که تا کنون دولت هیچ تلاشی برای ایجاد اشتغال در این منطقه انجام نداده و افراد این منطقه که غالبا هم تحصیل کرده هستند و دارای تحصیلات آکادمیک هستند، به ناچار و از روی نیاز و اضطرار مجبورند برای امرار معاش به شغل کولبری روی بیارند. در این قضیه اخیر مریوان، مریوان شهر مهد انجمنهای مدنی و فعالیت‌های محیط زیستی، در این قضیه ما در یک حادثه شاهد مرگ دو کودک کولبر هستیم. یعنی اینکه اینها هم بیکار بودن، هم معیشتشون تأمین نشده و هم کودک بودن، یعنی به جای اینکه الان پشت میز مدرسه باشن و درس بخونن و دولت از اونها حمایت بکنه، متاسفانه جانش خودشون رو از دست دادن و این هر سال تکرار میشه و هر سال هم آمار کشته شدن کولبران افزایش پیدا میکنه. در چند سال گذشته تعداد کشته شدن کولبران به 100 نفر میرسید، ولی الان در سال میلادی جاری که در روزهای انتهای اون هستیم، بیش از 250 کولبر جان خودشون رو در کردستان از دست دادن. بیشتر منظور من این بود که آیا اینها ابزاری قانونی در دست دارن یا نه، مجبورن راه های دشوارگذار رو کولبران انتخاب بکنند. چرا مسائل قانونی و حقوقی حل نشده؟ مدت هاست که در این زمینه صحبت میشه. این رو باید از دولت و از نمایندگان مجلس پرسید. نماینده مجلسی که بخشی از صحبت های ایشون رو هم در گزارش نشون دادید، افتخار و کارنامش اینه که من کولبری رو نظامند میکنم، مردم کارت کولبری میدم، در حالی که معابر مرزی تعطیل شدن، بسته شدن. این کولبرانی که شما کارت مرزی بهشون میدید کجا باید بیان کار بکنن؟ مضافاً بر اینکه اصلا کولبری خلاف کرامت و شأن انسانی و این شغل خطرناک که بعد از چندین ماه یا چندین سال اگر فرد کار بکنه دیگه نمیتونه، اصلا فلج میشه، جسمشو از دست میده یا در اثر سقوط از دره یا بهمن یا انفجار مین یا تیراندازی جانشو از دست میده، اینها همه وعده هایی است که داده میشه ولی در عمل محقق نمیشه. بنده یک سوال بسیار ساده و ابتدایی دارم. ایران دارای مرز گسترده‌ای با کشورهای همجوار هست و همه اون مرزها معاملات مرزی دارن، چرا فقط در کردستان کولبری وجود داره و چرا فقط در کردستان کاسبکاران مرزی کشته میشن؟ من معتقدم اگر قانون مبنای رفتار مسئولین، شورای تأمین، مقامات نیروی انتظامی باشه و حتی یک بار مأمورینی که اقدام به تیراندازی به سوی کولبران میکنن مورد بازخواست و حتی مؤاخذه و تفهیم اتهام قرار بگیرن، ما این همه شاهد این وضعیت نابهنجار نخواهیم بود و به طور قطع و یقین میتونم بگم وضعیتی که
فرهاد و آزاد به دنبال نان بودند که جانشون را دادند ولی نانی به دست نیاوردن روز به روز تکرار میشه و این تبعیضی که وجود داره با تدوین قوانین مناسب و ایجاد استفاده از ظرفیت‌های منطقه و توسعه اقتصادی مناطق کردنشین و جبران اون عقب ماندگی‌ها و اختصاص امکانات ویژه قطعاً و قطعاً شاهد برسیده شدن کولبری خواهیم بود. این مردم از سر ناچاری این کار رو میکنن. کولبری انتخاب و اختیار مردم نیست، تحمیلی است که شرایط ناگوار اقتصادی و محرومیت منطقه بر اونها بار کرده که الان به کودکان هم و به زنان هم کشیده شده. ممنونم از عثمان مزین، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از کولبران رو هم